سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچه کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه رپ هاوشی جدید. میخوایم بررسی کنیم هاوشی دو هفته اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه من دو هفته نبودم، واقعا عذرخواهی میکنم. حالا دو هفته نبودم که یه هفته ویدیو نشیم و از آخرین رپ هاوشی دو هفته میگذره. دلیل چیه؟ دلیل اینه که ما نشون بدیم فقط کانال رو هاوشی نمیچرخه. همونطور که میبینید هزار تا برنامه داریم که خودمون ساختیم و حالا با شبکه‌های دیگه هم داریم کار میکنیم. به زودی میاد با پرشن رپ هم برنامه داریم، حتما برید فالوشون کنید، پرشن رپ گرو توی یوتیوب، که یه پلتفرم خیلی باحالن و راحت میتونید ازشون کارا رو خریداری کنید و دمشون گرم. اومدن یه پیج یوتیوب هم زدن، خیلی از یوتیوبرهای خوبم توش هستن از جمله من. و خب من شرایطی گذاشتم اونم اگه ساباش به مقدار خوبی بره بالا ویدیو من میاد، یکم دیگه اینو فشار بدید و هول بدید بره بالا ویدیو من میاد. ویدیو داریم اسم رپ شاهکار، که یکی از بهترین ساختهای منه و مطمئنم لذت میبرید. و حالا دو هفته نبودیم، خب این داستانا رو میبینید. دو هفته رپ هواشی نبودیم، رپ هواشی به اون علت نبودیم، و این یک هفته که نبودیم به هر حال به خاطر بک‌گراند و یه سری وسیله سفارش داده بودم و مریض بودم، گوشم هنوزم درد میکنه و یه مشکلی داشتم. خلاصه ببخشید، اما برگشتیم میخوایم یه ریز نگاه کنیم هواشی دو هفته رو. خب بچه‌های دیگه هم بودن که تو این دو هفته پوشش دادن، ولی خب ما الان میریم و ببینیم اون رپ هواشی همیشگی رو که خیلیاتون برام مینوشین لطفاً بذار میذاریم و هواشی دو هفته اخیر رو با هم میبینیم. خب سینا سایی توی دو هفته اخیر، یا بهتر بگیم 16 روز اخیری، آهنگ پخش کرد به اسم نمیبینم این ورا، و توش نکات عجیبی بود. مثلا آب هویج دستش بود و اینا، خودش سری استوری گرفت و گفت آقا ما مثل بقیه نمیایم لین بگیریم دستمون و این حرفا، بلکه آب هویج میگیریم. یه سری توضیحات اینجوری داد و بعدش گفتش که حالا هی این پستش ادامه داشتش در رابطه با اینا حرف میزد و خب نبوغ خاص خودش همیشه داشته سینا سایی. و داستانی که بود این بود که اومد یه پست گذاشت، گفت 10 سال پیش دامبولی افتاده بود به جون رپ، و اون موقع من گفتم دامبولی یعنی سیشر، و الانم مواد و سکس و قمار افتاده به جون رپ. و من اومدم بگم که فقط این داستانا نیست و فقط فوش نیست و از این حرفا. و خب این حرفاش به بعضیا خب شاید یه جوری نقدگونه بود دیگه، به بعضیا به هر حال اومدن واکنششون دادن برمیخوره. و امین اومد گفت تنها تو ایرانه که یک رپر میگه که نباید توی به هر حال آهنگ از مواد و این داستانا گفت، و یه درگیری ریزیو داشتن، یه سری به هر حال استوری بازی شد. حالا حقیقتو اگه بخوایم ببینیم، اگه بخوایم در جبهه راست و حقیقت وایسیم، رپ و هیپ هاپ یه فرم موزیکه و شما نمیتونی چارچوبی داشته باشی برای موضوعات اون، ولی خب یه سری قوانین دارن، مثل سن زدن تو اکثر آهنگا. اگه دیده باشین همچین لوگویی هست و توش مینویسن که این فوشه، بعد خانواده ها حواسشون باشه، و یک سری مسائلی که تو اکثر جوامع ممنوع گفتنشون، و مثل کودک آزاری و مثلا زن ستیزی، حالا زن ستیزی به یک دید دیگه. و خلاصه یه سری چیزا هست که نمیتونید بگید، وگرنه پیگرد قانونی دارید و خیلی اینجوری رفتن زندان. بجز اون خط قرمزا شما هر چیزی میتونی بگی و هیچ مشکلی هم نداره. خیلی ها میگن اون خط قرمزاش هم بعضیا میگن و زندان هم میرن. و تو اروپا و آمریکا هم داشتیم رپ کنای مثل سیناسایی که این حرفو میزنن. حالا این مود الان سیناساییه، سیناسایی خب 10 سال پیش خودش رو این مود بوده و خودش هم میگفت. حالا اگه سلیقتون اینه که این آهنگو گوش بدین یا آهنگا رو گوش میدید، یعنی آهنگایی که مثلا نمیدونم یا آب هویج بخور یا نه اون یکی ها رو گوش میدی، گفتم دیگه یه فرم موزیک رپ و هیپ هاپ و مثل چیز میمونه، مثل چی میگن فیلم میمونه. شما یه ژانر میبینی که ممکنه توش قاچاق مواد، سکس و قتل و اینا داشته باشه، یه ژانر دیگه میبینی نه، و برای همین نمیتونی بگی اون بعد باشه این نباید باشه. درستش اینه که اینا بغل هم باشه. اینجوریه که رپ فرق میکنه با همه موزیکا، و اینجوریه که ما میبینیم اینو. و آزادی بیان دیگه، یکی از دید خودش میگه، یکی از دید خودش، این نمیتونه بگه تو نباید بگی، نمیتونه بگه تو باید بگی. حالا امیدوارم یه روز این قشنگ جا بیفته و ما حتی این رپرها رو بتونیم بغل هم ببینیم که برای رپ دارن کار میکنن و الکی به هم نمیپرن. استوریا رو با هم میبینیم. یه کاورتمو به اشتراک گذاشتم تو پست آخر، گفتم برید ببینید حتما. همونطور که فهمیدید در کاور آرتم خبری از گردنبندهای کاتوکولوفت، تفنگ و
لیوانای مشروب و لین و اینا نبود. و از اونجایی که من خیلی آدم پاکیزه ای هستم و حتی بعضا دیده شده که بعضیا به من میگن تو دیگه مثلا چه میدونم مثلا یه حرفای مثبت بودن من رو مسخره میکنن، واسم خدمتتون بگم که بله اتفاقا کاورم تو خودش همچین خصیصه ای رو داره که به جای اینکه بخوام لین مصرف کنم آب هویجی گرفتم دستم که طبق گفته عموم میگن که برای بینایی خوبه، ضربین گرفتم دستم که اگه کسی هم نزدیک باشه ریز باشه یه موقع دستم در نره، ولی بازم جنان ندیدم این ورا. دوربین گرفتم به جای گردم بند که ببینم دورم اگه کسی باشه بتونم دوربین رصدش کنم که ندیدم. خلاصه بگم که داداش علاقه خیلی زیادی به ساختار شکنی داره و این ساختار شکنی هم تقدیم به شما دوستای خوبم. یه داستان دیگه هم بود بین ستاره ملکزاده و سهراب امجی. داستان چی بود؟ بعد از آهنگ گنگ صورتی سهراب امجی اومد گفت مثل بعضی ها ما نمیایم فقط فک بزنیم و توییت بزنیم بلکه عمل میکنیم و اولین باری که ستاره رپکن دختر اومدن توی یه آهنگ و این حمایت درست از زن هستن اون که فقط شما توییت میکنین و این داستانا که قوقا یا همون ستاره ملکزاده که الان میشناسینش به اسم قوقا قدیم کار میکرد رپر بود واکنش ایشون داد، گفت که سهراب امجی خواب بوده و یه سری از همکاریهای قدیمی رو نام برد مثل همکاری خودش با سالوم ام سی و همچنین جدیدن وطنی و رودی و گفتش که آقا ایشون خوابه و ایشون میان زن ستیزی میکنن، بعد این حرفا رو میزنن. یه درگیری اینجوری بود. حالا ستاره ملکزاده هم منیجر بهرام و لیبل پیله هست و اینجوری بود. حالا یه داستانی وسط بود، امین هم وارد شد. حالا امین یکم زیادی تون بود واکنشش و حس میکنم به عنوان یه منیجر زیاد تو حاشیه است، اما اومد و گفتش که آقا اون موقع که شما شوهرت یکی از اینا رو فالو داشت زن ستیزی نبودن و استعداد بودن، الان شدن زرد و این داستانا. و این داستانی کم کش اومد، ولی خب حقیقت داستان که هست من حس میکنم که یکم هر دو جبهه نسبت به هم خیلی دارن زیادی میرن، جفتشون کم یعنی پر میرا نمیگن، به هر حال هر طرف یه سری اشکالاتو داره، یه سری زیاده رویه، یه سری افراطه، ولی زیادی دارن به هم میپرن و هر چیزی میشه یه تیکه از این یکی به اون میشنویم، رپ کنای جدید اون یکی طرف میان به قدیمی‌ها این ورتی که میندازن و بالعکس یکم داره عجیب میشه. امیدواریم که حالا داستان یه جوری پیش بره که دیگه انقدر ما این دو دستگی عجیبو توی رپ فارسی نبینیم. یه کاری بود که برای اولین بار تو ایران انجام شد، اون هم این بود که توی ترک هیپ هاپ اولین بار بود که سه تا دختر بودن، دو تا رپر ترین و ریری و یه آرمی خون پرنا که سه تاشون واقعا ترکوندن، دم همشون گرم. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که ما مثل بقیه رپرها نیستیم که توییت کنیم که جای زن ها در رپ خالی و دختر ها کجان، یا بریم زن فمینیست بگیریم جو بگیرتمون بیایم از حقوق زن ها دفاع کنیم. ما تو عمل این کار تهش اینه که با حرف چیزی درست نمیشه. حالا هی برو توییت بزن، هی برو فاز روشن فکری بگی، خب هی برو هشتگ درست کن، کمپین درست کن. تو عمل ما بودیم این کارو کردیم. همیشه هم اینو یادتون باشه که کی اولین کارو کرد.
خب یه حواشی دیگه داشتیم که باز یه طرفش امین منیجر سهراب ام جی وزاخار رکورد بود. حالا داستان چی بود؟ نیما سایی تو آهنگ فتواید اومده بود یه سری تیکار به سهراب ام جی انداخته بود و امین اومده بود چتای قدیمی اینو گذاشته بود که میگفت آقا این چند وقت پیش به ما میگفت بیاین منو مثلا کمک کنید و نظرتو نظر سهراب رو بپرس راجع به من و این داستان ها و الان میاد دیس میکنه و یه سری تیکا اینجوری مینداخم و بعدن نیما سایی اومد و توییت کرد گفت چت فیک ساختن خیلی راحت و یه چت ساخته بود و گذاشته بود و میگفت اون من نیستم. نمیتونیم دقیق بگیم داستان چی بوده ولی خب داستانی بود که رخ داد. بچه‌های وانتونز چند وقتی از سران یه سری لایو میذارن توی چنل رسمی یوتیوب کوروش وانتونز و اون تو میان لایو یه سری حرفا رو میزنن و توی سوال میپرسن، سوالای دو گزینه‌ای لایو پرسیده میشه لایو چت و جواب میدن. تو این وقتی ازشون پرسیده شد جیدال یا اپیکور، آرتا گفت جیدال و کوروش گفت ببین چی ان که گفت جیدال چون آرتا جیدالم نمیگفت. یه حواشی اینجوری ایجاد شد و بعد از این نیراد اومد و عکسشو گذاشت، عکس همون لایو گذاشت گفت خایمالی نکنید و خود اپیکور هم اومد گفت برید چک کنید استوریای نیراد و یه درگیری ریز اینجوری داشتن. دو قسمت دیگه از این لایو اومده، یکی خود کوروش اون که سمیلو اولیش هم که آرتا بود. من چنلشون رو میذارم لینکش تو دیسکریپشن، میتونید برید ببینید چون لایوهای بالای 20 دقیقه است دیگه میتونید ببینید. هم فانه هم یه ذره حاشیه توش هست ولی حاشیه‌اش اونجوری نیست که مثلا بگیم یه حرکتی زد یا دیس و دیس بازی و این حرفا. و به هر حال داستانی هم که با اپیکور داشتن خیلی وقت هست و خب پیش بینی میشد که یه سری تیکا تو این لایوهای جنجالیشون به اپیکور باش. جی جی با یه استوری همینطور که میبینید نوشت دبل آلبوم و بقیه آلبوم های تیکه رو به همه آلبوم ها انداخت و بعد از این کوروش اومد اینو برداشت عوض کرد نوشت وانتونز و ما بقی. خیلی ها فهم کردن که تیکه ای از کوروش به جی جی، اما این داستان اینجوری نبود و کوروش اومد گفت آقا حال کردم با استوری جی جی و اومدم اینجوری کردم. خود جی جی هم بعدن ریپلای کرد و به هر حال یه گفتمانی با هم داشتن که نشون میداد همچین داستانی نبوده، ولی خب به هر حال یه تیکه بود که به اکثر رپ فارسی جفتشون انداختن. یه بحث و جدل داشتیم بین جاستینا و محمد کینگ منیجر رپ فارسی. حالا داستان چی بود؟ جاستینا وقتی اومد یه ویدیو گذاشت از آلبوم عکسش که 2-3 سال پیش پخش شده و به هر حال یاد اون دوران افتاده بوده، یه سری متن نوشته بود. ما دیدیم که منیجر رپ فارسی براش کامنت گذاشته، نوشته آقا لیبل ما کو چرا نیست و این حرفا و دعواشون شده بود این زیر. خب آلبوم عکس به صورت انحصاری از رپ فارسی پخش شده بود و مال لیبل اونا بود، خریداری شده بود، اما خب به هر حال یه سری درگیری با هم داشتن که حالا معلوم نیست تش به کجا میره و از یه جبهه حرف میزد محمد کینگ که مشخص نبود چه جبهه‌ایه. کامنتاشونو با هم میبینیم. بیگرز یه استوری گذاشته بود و یه تیکه رو داشت میشه گفت شاید به شایعه. چرا؟ چون چند وقت پیش یه آهنگ اومده بود از بیگرز به اسم عیاش و خیلی‌ها میگفتن دیس شایعه است و اگه شایعه رو برعکس کنی میشه عیاش، پس دیس اونه. و یه آهنگی هم همین هفته دو هفته پیش پخش کرده بود به اسم زخمی و اینجوری با یه استوری فانک در ادامه میبینید اومد گفت الان میگن وای دیس ما زخمی رو برعکس کنی میشه یم خز و خب یه به هر حال داشت یه تیکه‌ای داشت. میبینیم اینو با هم. وای بیگرز به من دیست داده باره اسم آهنگو برعکس کن میشه یم خنس بهت میگم. حرفای عجیبی رو توی تلگرام امری تتلو دیدیم که خیلی زودم پاک شد. حالا داستانش چی بود؟ به ترتیب اینجوری نوشته بود: ای کاش سروش هیچکس بود، ای کاش سروش هیچکس، بیا بگو من هیچی نبودم، بیا بگو من رپ بلد نبودم، بیا بگو من اولین آهنگی که نوشتم خایمالی تو و ویلسون بود، بیا بگو من خواننده نیستم، من فقط اومدم تو موسیقی که شناخته بشم.
ای کاش بودی و میگفتی، خواهی داشته باش بیا بگو. بگو این کونی اصلا خوانندگی بلد نبود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم برسم یه جا که دنبال شاهد باشم که بگم من خواننده نیستم، من خواننده نیستم، والله بالله که نیستم. بعضی از این واکنش‌ها امیر تتلو، خب نمیدونم داستانش چیه، شاید واقعا دوست داره که هیچکس برگرده و با هم برن، به هر حال یه بتلی داشته باشن این حرفا. نمیدونیم، شرایط واقعا عجیب غریبه و معلوم نیست هدف این داستان و زود پاک شدن شاهد هم حالا یه فازیه که به هر حال گرفته میشه و میذاره بعدنم پاک میکنه، مشخص نیست و حالا باید ببینیم که چجوری پیش میره. باز امیر تتلو از این پستا میذاره یا هیچ کسو دیس میکنه. البته اینو بگم، امیر تتلو خوش میگه ما همیشه میخوایم با این کارا اینا رو قلقلک بدیم که برگردن به بازی و به نوعی مرده نباشن. حالا نمیدونیم واقعا هدفش اینه یا نه. سیجل یه استوری گذاشته بود که به نظر میاد اومده بوده پشت سهراب امجا بگیره تو این داستاناش و درگیریش با ستاره ملکزاده و توش نوشت ما میایم فرنگا عوض میکنیم و بقیه روش نظر میدن. حالا به نظر من که این بود که گفتم، حالا نظر شما چیه؟ آیا به شخص خاصی یا نه فقط میخواسته پشت سهراب بگیره؟ خب دو روزی هست داره یه سری مثلا پشت پرده در میاد از بچهای زد بازی که هر کدومشون رو به یکی از به هر حال سیاسیون مملکت میبندن و خب اینا بی واکنش نبود. اول از همه امین اومد نوشتش به صورت طنز که یادت رفت بگی که ظریف، جواد ظریف که وزیر خارجه ایران هست، دایی جی جی و اینطوری مسخره کرد. خیلی اصلا یه پشت پرده عجیبی میشه گفت بود که خیلی هم داشت سر صدا میکرد. اما خب سام ویلسون اومد دوتا استوری گذاشت، اول نوشت که آقا رضاپور مثلا فلان نمایشگاه و فلان سال گذاشته و فلان پاساژ و همه چی معلومه، میتونید برید ببینید، اسما رو اینجوری اشتباه نگید، و گفتش که آقا من وصل نیستم، ولی اشتباه نگیرید، از خدامه که وصل بودم. و بعدش هم اومد یه عکس گذاشتی استوری که نشون میداد شکایت کرده از کسی که داره اینا رو به هر حال بروز میده، به اونم به خاطر اینکه داره اطلاعات غلط رو به هر حال تو جامعه پخش میکنه شکایت کردن. حالا باید ببینیم داستان چه جوری پیش میره. نسیم هم واکنش نشون داد، گفت الکی شایعه درست نکنید. و خب تا اینجا این داستانا رو داریم. سهراب امجا هیچ حرکتی نزده و هیچ حرفی رو نزده. خب یه حرفیه که همیشه پشت بچه‌ها زد بازی است که به دولت وصلن، همیشه که میشه گفت 4-5 ماهیه. خلاصه بعد ببینیم این داستان چه جوری پیش میره و این شکایت سام ویلسون چی میشه که خیلی دقیق اون وقت میتونه به ما نشون بده داستان چی بوده. خب این بود از رپ هاوشی این دو هفته، امیدوارم لذت برده باشید. بچه‌ها یه سری مگس دارن با فتوشاپ و یه سری حرکات و دستکاری کردن تاریخ، گرچه نمیتونن دستکاری کنن، فقط لفظشو میان پشت سر ما یه سری حرفا رو میزنن، ولی خب در جایگاهی نیستن که ما بخوایم اسمشونو بیاریم. اسمی که اونو دارن اینجوری نیست که ما بخوایم بیایم مثلا تیتر زرد بزنیم بگیم پشت پرده فلانی که مثلا دیده شیم. نه ادبشو دارن، نه سوادشو دارن، نه در حدین، و برای همین ما هم کاری به کارشون نداریم. فقط یه لایو کوچیک خواهیم داشت، اونم برای اینکه دارن عوام فریبی میکنن یه توضیح ریز میدیم برای کسایی که به هر حال مخاطب کوکتل هن، ممکنه یکم ذهنشون مختوش شده باشه، ولی وقتی به جایی نمیرسید میاد از ما استفاده میکنید. نشد که آقا برو کار خودتو بکن، خوب باشه میای بالا. ما 100 تا برنامه متفاوت داریم که اکثرش تو خیلی از جاها نیست و نمیدونم دیگه. خلاصه تو لایو حرفشو میزنیم، اینجا جایی نیست که الکی پروموت کنیم این دوستا رو و مگسن دیگه. خلاصه دمتون گرم، امیدوارم که لذت برده باشید. اگه انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید که 100% خونده میشه و سعی میشه که اگه انتقاد درست بشه و اگه پیشنهاد سعی کنیم بریم سمتشو عملیش کنیم. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.